سلام، تبریک میگیم قبل از هر چیز هلاکت جلاد 67 رئیسی رو به همه مردم ایران، به ویژه به همه خانوادهای دادخواه و داغدار شهدای مردم ایران در راه آزادی. در این برنامه اما میپردازیم به یک نمونه دیگه از امداد رسانی به نظام ولایت فقیه توسط در شرایطی که سید علی توی دور دوم نمایش انتخاباتش با 93% تحریم از طرف مردم سیری دریافت کرد و از طرفی هم با پیدا شدن سرمار زمزمه‌های توی لیست رفتن سپاه در کشورهای مختلف داره بلند و بلندتر میشه و بی بی سی جهانی هم با پخش گزارش قتل فجیع نیکا شاکرمی موجب برانگیختن بیشتر تنفر عمومی از سپاه خامنه‌ای و آزردگی مقام ولایت شده بود، آیت الله بی بی سی تلاش کرد ضمن لبخند و دست تکون دادن برای رژیم آخوندی با یک گزارش عظما پسند از خامنه‌ای دلجویی کنه. مستند کودکان کمپ اشرف به کارگردانی سارا معین خیرا در چند فستیوال فیلم سوئدی از جمله فستیوال بین‌المللی گوتنبرگ به نمایش گذاشته شد. این مستند روایت زندگی 4 نفر از نزدیک به 1000 کودکیه که سازمان مجاهدین خلق از مادر و پدر جدا شده و به کشورهای اروپایی به ویژه آلمان و سوئد فرستاده شدند. 3 ماه بعد از اینکه یه فیلم سفارشی با نقش آفرینی یه سری عناصر معلوم الحال مورد استقبال نظام ولایت قرار گرفته بود و در سایت وزارت اطلاعات یعنی انجمن نجات کلی حلو حلوا شد، بی بی سی در سبقت از 23 یهو یادش افتاد که با پخش کامل آگهی این فیلم دل خامنه ای رو شاد کنه. بخشای از این فیلم رو ببینیم و بعد بیشتر با کارگردان اون صحبت میکنیم. اصلا سون بارن سوگایده اینتا مجاهدین اندرده افتر اون رفتن تو موجب شد که زندگی من قفل بشه. بی بی سی اول آگهی فیلم رو کامل پخش میکنه، بعد میرسه به یک گفتگوی ضبط شده با سازنده فیلم. یعنی گفتگو رو قبلا با هم ضبط کردن، چکم کردن، یعنی تمام جملاتش باب طبع هدف بی بی سیه. پیشتر با سارا معین کارگردان مستند کودکان کمپ اشرف گفتگو کردم و از او درباره این مستند و چرایی انتخاب اون پرسیدم. بعد از پخش این گفتگو از بی بی سی هم بلافاصله سایت نشاندار وزارت اطلاعات یعنی انجمن نجات هم این گفتگو رو توی سایتش میذاره و رسید دریافت میده. حاجی گرفتیم، برو بعدی. پس وقتی بی بی سی و رسانه‌های استعماری میخوان رضایت خامنه‌ای و سپاه و وزارت بدنام رو به دست بیارن، از جیب کی خرج میکنن؟ مجاهدین. دلیل و بهانه هم اصلا نیاز ندارن. حالا اینکه این فیلم بیاد شده و اون بچه 33 سال پیشم الان 40 و چند سال است و داره توی اروپا روی خونهای مجاهدین با امدادهای اطلاعات نظام خوش میگذرونه و هیچ غمش نیست، اصلا مهم نیست. مهم اینه که یه جوری به مجاهدین بزنیم آقا خوشش بیاد. ببینید، موضوع کودکانی که از کمپ اشرف به اروپا و آمریکای شمالی فرستاده شدن یه موضوعی که سالهاست توی به اصطلاح جمع در تبعید ایرانیان یا حالا دیاسپوره ایرانیا راجبش صحبت میشه، ولی هیچ وقت جزئیاتش مشخص نبود. این موجودی که بی بی سی تحت عنوان فیلمساز این کلیپ توی این برنامه آورده سارا معین نام داره. حالا این فیلمساز نورسیده که به نظر میرسه الگوش فیلمسازان دهی زرج و سرهنگ سوریاست کیه؟ آخه این فرد هیچ سابقه ای در فیلمسازی نداشته و با این فیلم یهو از توی خم رنگرزی ولایت برای تصفیه حساب با مجاهدین بیرون زده. اما اگر حساب‌های اجتماعیش رو ببریم زیر ذره بین، یه تصویری از گرایشات فکری ایشون پیدا می‌کنیم. در حساب ایکسش فیلمساز مربوطه مزدور نفوذی ایرج اسقاطی رو فالو می‌کنه. همون مزدور نفوذی که در اوین نوچه لاجوردی بوده و بیش از 1600 زندانی از سالها پیش در مورد مأموریت وزارتیش گواهی دادند. ضمن اینکه خودش هم صریحا میگه که توی این فیلم مشاور این زنه بوده. دیگه بگم براتون، هومریش خبرنگار معلوم الحال که راهیان نور رفته رو فالو میکنه. همین فیلمساز ولایت که در مورد موضوعات مربوط به ایران اساساً بی تفاوت بوده و کاری به مسائل ایران نداشته،
سر مرگ رفسنجانی یک دفعه حساسیت نشون داده و چندین توییت و ری توییت داره. یه بار توییت نگار مرتضوی که احترام آمیز از رفسنجانی صحبت کرده رو ری توییت کرده، یه بار یه مقاله بی بی سی در مدح رفسنجانی رو خودش توییت کرده و یه بار هم یک گزارش به به و چه چه بی بی سی فارسی از رفسنجانی رو ری توییت کرده. البته اینکه فیلمساز ولایت این میزان به مرگ رفسنجانی پرداخته، اصلا فکر نکنید که یه وقت گرایشی به سمت رفسنجانی داشته یا دلنگرانش بوده ها. ولی حافظه تاریخی ملت ایران به یاد داره که رفسنجانی همونی بود که توی کارنامه‌اش جدای از نقش برجسته و شماره یک در همه جنایات خمینی، ولی فقیه کردن خامنه‌ای رو هم داره. ما هم پیشنهاد اون آقای خامنه‌ای که امام جمله‌ای درباره آقای خامنه‌ای گفتن، سندش منم. یه بار دیگه من خصوصی خدمت امام رفتم، خیلی با ایشون بر رفتم رو مسئله. باز ایشون با من تو همون جلسه فرمودن که شما وقتی مثل آقای خامنه‌ای رو دارید چرا؟ فیلمساز ولایت در توییترش علاقه خاصی رو هم به نگار مرتضوی، نوچه شناخته شده جواد ظریف، نشون میده. میبینیم که هر جا که دستش رسیده نگار مرتضوی رو لایک کرده، پشت سر هم یه بار، دو بار، سه بار. نگار مرتضوی هم که معرف حضور هست، از مالکشان نظام در آمریکا که برای دیالوگ و مماشات با رژیم همیشه حاضره، از مخالفان سرسخت براندازی نظام، مخالف کتلت شدن قاسم سلیمانی و همچنین مجیزگوی همیشگی جواد ظریفینا. جالبه که سارا معین نگار مرتضوی رو لایک میکنه، برای مرگ رفسنجانی توییت میزنه، توییت ایرج اسقاطی در مدح بچه شاه رو هم لایک میکنه، هرچند که روشنه که شاه و شیخ در وزارت اطلاعات رژیم به چه منظوری گره زده شدن. اما در مورد این به اصطلاح فیلمساز، دریغ از این که در تمام سالهای گذشته یک لایک از یک خبر قیام در حمایت از مردم ایران بزنه. قیام 96 میاد میره، قیام 98 میاد میره با 1500 شهید، قیام 401 با 750 شهید، این خیالش نیست. اما نسبت به توییت ناامید کننده ضد قیام آیت الله بی بی سی در همون زمان علاقه نشون داده و لایکش کرده. سارا معین توی اینستاگرام هم از فالوورهای روزبه پارسیه، یکی دیگه از نوچه های لو رفته اطلاعات رژیم و ابزار کار جواد ظریف در سوئد، که سال گذشته هم در اون جریان افشا شدن ایمیل ها رو شد که یکی از اعضای گروه ابتکار کارشناسان ایران وابسته به وزارت خارجه آخوندی است، با مأموریت تبلیغ برای مماشات با رژیم و فعالیت علیه براندازی و علیه مجاهدین، که این یارو هم یه خورجین توییت علیه مجاهدین داره و هم یه عالم توییت و مقاله در مدح روحانی و جواد ظریف. توییت روزبه پارسی: ظریف is a professional diplomat. روزبه پارسی در سال 91 هم یه سفر به ایران داشته و خیلی رسمی اونجا در پنلی که براش ترتیب دادن سخنرانی هم کرده. حالا جالب اینه که همین روزبه پارسی که برادر تیریتا پارسی رئیس سابق نایاک هم هست، از میون 38 نفری که توی اینستا فالو میکنه، یکیش باز خانم سارا معینه. یعنی همدیگر رو فالو بک دارن. چقدر اتفاقی، هم این رو فالو میکنه و هم این یکی رو. یه وقت فکر نکنید که اینا همدیگر رو میشناسن یا توی سویت همدیگر رو دیدن، یا افسار دست یک سرویس بالاتریه، یا پروژه مشترک با هم پیش میبرن. اصلاً خلاصه همینقدر که از حساب‌های شخصی فیلمساز مربوطه و علایقش به نوچه‌های ظریف و مأموران اطلاعات دیده میشه، میتونید حدس بزنید که گرایش فکری ایشون به کدوم سمته. در جبهه استمرار طلبان نظام، همچین روزبه پارسی، نگار مرتضوی، هومریش، رفسنجانی طور اینجوری. پس اینکه از آیت الله بی بی سی سر در آورده هم همچین بی‌قافیه نیست. ببینید، موضوع کودکانی که از کمپ اشرف به اروپا و آمریکای شمالی فرستاده شدن یه موضوعی که سالهاست راجبش صحبت میشه، ولی هیچ وقت جزئیاتش مشخص نبود. من از سن خیلی پایین، تقریبا از کودکی، این بچه ها رو جسته گریخته در سوئد میدیدم و همیشه برام مورد سوال بود، بچه‌ای که بی سرپرست فرستاده شده بودن سوئد و
چه سرنوشتی داشتن، چه اتفاقی براشون افتاده. و من در واقع تهیه کننده، با من تهیه کننده رادیو کار کردم سال و مستند رادیویی کار کردم، همیشه فکر میکردم یک گزارش تحقیقاتی شد بعد راجع به این داستان کار کرد، که بعدا تصمیم گرفتم این مستند رو بسازم. جدی میفرمایی؟ بله، طرف اصرار داره بگه که تصمیم خودش بوده که این فیلم رو بسازه، نه کسی بهش بودجه داده، نه کسی بهش سفارش داده، نه کسی بهش این پروژه رو داده. از بچگی خانم معین فقط به این فکر میکرده که درباره بچه های اشرف فیلم بسازه. یعنی از اون زمان که همه بچه ها دنبال این بودن که دکتر و مهندس و وکیل بشن، این یکی دنبال این بوده که برای بچه های اشرف فیلم درست کنه. چقدر باورپذیر. حالا اگرم فرض بگیریم که ایده رو داشتی، یه سوال، چرا بقیه که ایده دارن کسی بهشون بودجه نمیده فیلمشون رو بسازن؟ مگه هر کس هر ایده داشته باشه میان سری بهش پول میدن که بره ایدهش رو اجرایی کنه؟ چرا اومدن به سارا معین این بودجه رو دادند که این فیلم رو بسازه؟ ها؟ چون معلومه که این فیلم که فایده تجاری نداره که کسی بتونه باش پول در بیاره. مزدوران و ماموران که گفتن اصلا نمیخوان پولی باش در بیارن. تمام اونایی که خواسته درخواست کردن، کارگردان و تهیه کننده، و تونستن خلاصه بودجه دریافت بکنن با هزار تا مشکل، اینا همه در واقع وجود داره و روشن هستش و چیز پنهانی نیست و نمیخوام اصلا به اون بخش از موضوع بپردازم. از ابتدا هم خب قرار دادی که بستیم که هیچ در واقع پولی از این فیلم نخواهیم گرفت و همچین در واقع درخواستی نداریم. پس وقتی فیلم هدف تجاری نداره، پس یعنی اونی که بودجه این فیلم رو داده یه هدف سیاسی داشته. اون هدف سیاسی چیه؟ اونی که این بودجه رو داده و سفارش این فیلم رو داده کیه؟ اینا سوالاتیه که بی بی سی نمیپرسه. و ما باید باور کنیم که سارا معین از بچگی، از وقتی خیلی کوچولو بود، فقط تو فکر ساختن مستند بچه های اشرف بود و اینقدر روی این موضوع متمرکز بود که دیگه وقت نداشت به بچه هایی که توی ایران هستند فکر کنه. کیان پیرفلک، هستی نارویی، مونا، سارینا، نیکا، اینا اصلا براش نام های آشنایی نیستند. یعنی اصلا وقت نداشته به بچه هایی که توسط این رژیم کشته شدن فکر کنه. فقط داشته به بچه های اونهایی فکر میکرده که دارن با این رژیم مبارزه میکنند. عجب. البته ایشون در دغدغه داشتن در مورد بچه های اشرف تنها نیست. یه جای دیگه هم هست که اونا هم خیلی نسبت به سرنوشت بچه های اشرف نگرانند. انتفاضه همونطوری که عرض کردم ده اسفند 69 بود. بهمن ماه منطقه‌ای در بغداد به نام آمریه بمباران میشه. حدود 400 نفر اینجا پناه برده بودن. یه پارکینگ خیلی بزرگی بود و عده زیادی از اینا کودک بودن و زن بودن. این رو سازمان بهانه کرد، گفت ها ما در خطر هستیم، چیزی حدود 900 نفر از کودکان رو از والدینشون جدا کردن فرستادن اروپا. اصلا سرنوشت این کودکان الان مشخص نیست که چیه. این کمتر از ترور و کمتر از بمبگذاری نیست این جنایتایی که صورت گرفته. واقعا از سرنوشت این 900 نفر هیچ اطلاعی نیست. بله، باز میبینیم که به طور اتفاقی این مهره اطلاعات در دادگاه مجاهدین چند روز قبل از بی بی سی دلسوز بچه های مجاهدین میشه و عین همون حرف ها رو سارا معین چند روز بعد در بی بی سی رله میکنه. البته همه اینا تصادفیه ها، مبادا فکر کنید که سناریو نویس مشترکی پشت قضیه است. کاملا اتفاقی موضوع کودکان 33 سال پیش یک دفعه میشه دغدغه اصلی. حالا برای اینکه این دغدغه نظام رو یه ذره کاهش بدیم، میتونیم بگیم که سرنوشت حداقل یکی از اون بچه‌ها کاملا مشخصه و داره همین الان جلوی دوربین با شما صحبت میکنه. کلاس سوم ساله منظورم رو لابد فهمیدین که بنده حقیر خودم یکی از اون بچه ها هستم که
33 سال پیش یکی از همون 900 تا گم شده بودم که لابد دست تصادف من آورده پشت این دوربین تا آیت الله بی بی سی و جمع مأمورین و مزدوران ببینن. اما در مورد ادعای مشترک مهره اطلاعات و بی بی سی که میگن مجاهدین بچه ها رو از مادر پدرها جدا کردند، این مستند روایت زندگی 4 نفر از نزدیک به 1000 کودکیه که سازمان مجاهدین خلق از مادر و پدر جدا شده و به کشورهای اروپایی به ویژه آلمان و سوئد فرستاده شدند. این رو سازمان بهانه کرد چیزی حدود 900 نفر از کودکان رو از والدینشون جدا کردن فرستادن اروپا. یعنی شما باید تصور کنی که بچه ها تو بغل مادر پدراشون بودن، بعد یه افراد دیگه‌ای به اسم مجاهدین که معلوم نیست دقیقاً اینا کی هستن اومدن بچه ها رو به زور از بغل مادر پدرای مجاهد جدا کردن، انداختن توی اتوبوس برید اروپا. اتفاقاً از این صحنه جدا کردن اجباری تصاویری داریم مستند که خوب اول ببینیم که اونجا دقیقاً چه اتفاقی افتاده. جنایتی که اینا داشت صحبت میکردن این صحنه ها بود. همونطور که ملاحظه کردید مادر پدرای ما با بچه ها خداحافظی میکنند و اونها رو راهی خارج از عراقی میکنند که منطقه جنگی است. این موضوع هم توسط مجاهدین بارها توی برنامه های مختلف تلویزیونی از 30 سال پیش و از 33 سال پیش توضیح داده شده. طفلکی فیلمساز ولایت که از بچگی فقط به بچه های اشرف فکر میکرده با این همه ادعای تحقیق یه بار به ذهنش نزد که حرف مجاهدین در این مورد چیه؟ و اصلا از 30 سال یا 33 سال پیش در برنامه های تلویزیونی یا در نشریاتشون در این مورد چی گفتند؟ چون موضوع اعزام بچه های اشرف 33 سال پیش در جلسه شورای مرکزی مجاهدین با حضور اعضای شورای ملی مقاومت بحث شده، در نشریه مجاهد در همون زمان در مهر 1370 منعکس و منتشر شده و جای هیچ ابهامی نیست. تقریبا 30 سال پیشم در سال 74 شورای رهبری مجاهدین موضوع رو در برنامه تلویزیونی سیمای مقاومت با مردم ایران در میان گذاشته. در اینجا صدها کودک و نوجوان از مهد کودک تا دبستان و راهنمایی و دبیرستان مشغول درس خوندن بودند. در اینجا صدها کودک و نوجوان از مهد کودک تا دبستان و راهنمایی و دبیرستان مشغول درس خوندن بودند. وقتی بمباران‌ها شروع شد، ما طرح‌های خیلی گسترده‌ای برای حفاظت بچه‌ها پیاده می‌کردیم. از اختصاص دادن مکان‌های مناسب و سنگرهای خاص و غیره. اما بالاخره هیچ تضمین جدی برای سلامت اونها وجود نداشت. به خصوص که تعداد این بچه‌ها و نوجوانان قابل توجه بود و به چند ده یا چند صد نفر محدود نمی‌شد. از اونجا که توی عراق هم هیچ نقطه امنی پیدا نمی‌شد، جون این بچه‌ها به طور جدی در معرض تهدید و خطر قرار داشت. به همین خاطر بود که برای حفاظت از جان خود این بچه‌ها، اعزام اونها به خارج در دستور کار قرار گرفت. وقتی که تصمیم گرفتیم بچه ها رو به خارج از عراق اعزام کنیم، ابتدا مسئله رو با خود مادرها مطرح کردیم. وقتی که تصمیم گرفتیم بچه ها رو به خارج از عراق اعزام کنیم،
ابتدا مسئله رو با خود مادرها مطرح کردیم و بهشون گفتیم که هر کس بخواد میتونه با همراه بچه‌هاش به خارج بره و توی این تصمیم گیری همتون آزادین. و این به واقع یک سرفصل و یک نقطه عطف برای همه زنای مجاهد و رزمنده و به طور خاص برای مادرای بود که در ارتش آزادی بخش بودن و میبایست یک انتخاب تاریخی و جدی رو انجام میدادن. پس اینکه ماموران و مزدوران میگن جدا کردن اجباری و مهاجرت اجباری، اصل قضیه این بوده که هر کی که میخواد با بچهش بره خارج، هر کس هم که میخواد مبارزه رو ادامه بده بچهش رو سازمان از عراق خارج میکنه. این همون اتفاقی که بارها توی تاریخ رخ داده. در آغاز جنگ اوکراین هم یادمون هست که این همین تصاویر رو همه تلویزیون ها پخش میکردن که مادر و پدرهایی که توی اوکراین موندن تا از کشورشون دفاع کنن، بچه ها رو سوار اتوبوس و قطار میکردن میفرستادن خارج از اوکراین و همه دنیا هم اونها رو در این صحنه ها به عنوان قهرمان تحسین میکرد. من متوجه نمیشم که فهمیدن این داستان انسانی چقدر باید مشکل باشه، مگر اینکه کسی برای نفهمیدن پول گرفته باشه. سارا موئین توی مصاحبهش با بی بی سی و سایر مصاحبه‌هاش عمد داره که اصلا اشاره نکنه که جابجایی این کودکان از عراقی بود که زیر مهیب‌ترین بمباران تاریخ قرار داشت. و جالبه که بی بی سی هم عمدن فراموش میکنه سوال کنه که آخه خارج کردن بچه‌ها از زیر بمبارون چه مشکلی داره؟ و برها شما یک روایتی از این چهار کودک رو روایت کردید در این مستند. چقدر اجماع به نظرتون وجود داره بین این روایت و روایت دیگر کودکانی که با مثلا سرنوشت مشابهی آمدن به اروپا؟ چقدر فکر میکنید یعنی از اون موقع احتمالاً بازخوردهایی از طرف دیگران هم گرفتین، درسته؟ بله. ببینید یه سری مسائل هستش که فکته. اینکه کودکان مجاهدین سال 1991 سوار اتوبوس شدن و فرستاده شدن اردن و از اونجا پخش شدن تو اروپا و آمریکای شمالی، اینا فکته. اینکه این بچه‌ها کوچیک بودنم یه فکته. اینکه با هم دیگه بازی می‌کردنم یه فکته. اینکه هر کدومشون یه چمدون داشتنم یه فکته. اینکه اون موقع زمستون هوا خیلی سرد بودم یه فکته. ولی اینکه اون موقع عراق زیر مهیب ترین بمباران تاریخ بود فکت نیست. هان تو این مقطع زمانی خب ائتلاف بین الملل تشکیل میشه، به عراق حمله میکنه. 38 روز عراق مورد بمباردمان هوایی قرار میگیره. گفته میشه که 7 برابر و نیم بیش از اون بمبی که در هیروشیما و ناکازاکی فرود اومد بر سر مردم نگونبخت عراق فرود اومد. اینکه بچه‌ها توی اون شرایط زیر بمبارون توی سنگر زاغه زیر زمین میخوابیدن بدون برق، بدون آب، بدون امکانات و با کمبود غذایی فکت نیست. اینکه فقط خود مجاهدین بدون کمک هیچ دولت و ارگان بین المللی با خطرپذیری و ریسک پذیری و هزینه خودشون همه این بچه ها رو بدون اینکه خون از دماغ یکیشون بیاد نجات دادن، این فکت نیست. خانم موئین تو که اونجا نبودی، من اونجا بودم دیگه. خب عراق اون زمان تحت شدیدترین تحریم اقتصادی بود، یعنی امکانات و مواد غذایی صفر. هر شب آسمون بغداد این شکلی بود. مجاهدین ما رو از این شرایط، از زیر این بمبارون خارج کردن، آوردن توی این شرایط، توی مدارس اروپایی، آسایش، امنیت، تفریح، رفاه که هر کسی هر رشته‌ای میخواد تحصیل کنه، هر شغلی میخواد انتخاب کنه و هر آینده‌ای که میخواد برای خودش بسازه. فقط ایناست. این اتفاق توی تاریخ هر کشوری که رخ داده بعدن از کسانی که این کار رو کردن به عنوان قهرمان تجلیل کردن، براشون فیلم سینمایی ساختن. اینا این فیلم نجات کودکان ارمنی در اوایل قرن بیستم که نشون میده این بچه ها رو از زیر توپباران دارن نجات میدن. Keep close to me.
یا اینه که فیلم یک زندگی در مورد نجات کودکان یهودی از پراگ قبل از جنگ جهانی دوم. جالبه که خود بی بی سی پارسال براش فیلم درست کرد که یک آدم خیری در انگلیس میره با کمک دوستاش سری به سری بچهای یهودی رو از کمپ‌های مختلف در پراگ جمع‌آوری می‌کنه، اونها رو با قطار به انگلیس میاره و تحویل خانواده‌های انگلیسی میده. این همون اتفاقی که برای ما رخ داد. حالا اونجا طرفو چند سال بعد آوردن توی استودیو و با اون بچه‌هایی که نجات داده مواجه کردند و به عنوان قهرمان ازش تجلیل می‌کنند. Who owes their life to Nicholas Winton? If so, could you stand up, please? هیچ کدوم از اون بچه هم طلبکاری نمی کنن که چرا نذاشتی من پیش مامانم بمونم؟ چرا بعد از جنگ منو بر نگردوندن پیش مامانم؟ چرا مامانم با هم نیومد؟ برعکس، همشون مثل آدم های فهمیده و قدرشناس تشکر می کنن، میگن دمت گرم که ما رو نجات دادی. پس چطور اونجا که این حرکت صورت میگیره و بچه ها با مادر و پدرشون خداحافظی می کنن و نجات پیدا می کنن، برای اونها کودکان کمپ پراگ درست نکردی؟ اون میشه قهرمان؟ سر نیکلاس وینتون for services to humanity. ولی به مجاهدین که میرسه میشه کوش اجباری، مهاجرت اجباری، جدا کردن اجباری. تازه توی اون فیلم دست آخر 250 تا از اون کودک‌ها رو نمیتونن جابجا کنن، کشته میشن. ولی مجاهدین که همه رو نجات دادن بدون حتی یک تلفات. پس سازمان مجاهدین بعد چیکار میکرد؟ بعد ما رو نگه می‌داشت توی اون شرایط جنگی زیر اون بمبارون تا ما هم به سرنوشت کودکان پناهگاه آمری دچار می‌شدیم. یا اینکه ما رو می‌بردن کنار زرهی‌ها توی سنگرها که بعدش توی عملیات مروارید شاهد بودیم که مزدورای رژیم چطور به مجاهدین حمله کردند و برخی از مجاهدین رو وحشیانه مسله کردند. اونجا خوب بود برای بچه‌ها. یا اینکه می‌بردن نزد مجاهدینی که در کربلا بودند که بعداً توسط مزدورای رژیم به شهادت رسیدن. و ما توی کتاب خوابگردا در واقع اسناد مدارک رو آوردیم. افرادی الان وجود دارن هم در عراق هم در کشور خودمون، هم ایرانی هستن هم عراقی هستن، که شهادت میدن به اینکه در اطراف نجف شماری از اعضای سازمان که به زبان فارسی صحبت میکردن توسط قیامگران دستگیر شدن و در واقع اعدام صحرایی شدن. جهت اطلاع شما، دو تن از کسانی که اونجا شهید شدند پدر دو تا از همین بچه‌ها بودند. ولی ظاهراً تنها چیزی که سارا معین و شرکا رو راضی می‌کنه اینه که این بچه‌ها توی اون شرایط نزد پدر مادرشون می‌موندند. آره، چون اگر ما اونجا می‌موندیم و کشته می‌شدیم، دیگه نه این مهره اطلاعات و نه فیلمساز ولایت دغدغه سرنوشت ما رو نداشتند. ما هم مثل بچه‌های غزه یا بچه‌های آمریه یه خبر بودیم لای اخبار. دیگه هم کسی نبود که باهاش مصاحبه کنی و فیلم بسازی. بنابراین شما دسترسی پیدا کردید به یک تعدادی از همین کودکانی که بدون سرپرست فرستاده شدند و بعد با اونها این توافق رو کردید که چنین مستندی رو بسازید، درسته؟ بله، در واقع داستان من، داستان این فیلم کودکان کمپ اشرف، داستان امیر، پروین، حنیف و عاطفه هست که 4 تا شهروند سوری هستن، کاملا زندگی متفاوت دارن. وایستا بینم، مگه تو نمیگی که این فقط داستان 4 تا از اون 1000 کودکه؟ پس چطور اسم فیلمت رو به اسم تمام اون 1000 کودک گذاشتی؟ کودکان کمپ اشرف. مگه تو همه گرایش های فکری این 1000 کودک رو اینجا نشون دادی؟ الان تو این 1000 کودک سابق خیلی ها هستن که 100 روی 100 مخالف این 4 تان. چرا اونها رو حذف کردی ولی اسم فیلمت رو به اسم همه تعمیم دادی؟ به چه حقی از قول همه صحبت کردی؟ یک انتقادی که به فیلم شما میکنم، میگن در اواخر فیلم شما اشاره میکنید که این 4 نفر در واقع صحبتهای این چند صد نفر کودکانی رو زدن که از کمپ اشرف به اروپا و آمریکا آورده شدن. آیا شما با اونها صحبت کردید؟ این صحبت همه ی کودکانه؟ ببینید، فیلم تقدیم شده به کودکان کمپ اشرف و پاسخ شما هم بله هست هم خیر. از طرف اینا هر کدومشون دارن روایت زندگی خودشونو میگن، ولی خب
اینا بخشی هستن از این حدود 1000 کودک، ولی حتما روایت های دیگه هم هست، حتما. ولی میتونم بگم روایت این 4 کودک شبیه روایت اون بچه دیگه هم که من باشون صحبت کردم هست. بیشترف دروغ میگه، دروغ. اولا یه جوری میگه 4 کودک که انگار 4 تا بچه گوگولی موگولی بودن اینا. اولا توی همین فیلمت نشون دادی که اینا 4 تا آدم گندن، خودشون بچه دارن. دوما تو مگه با همه این بچه ها صحبت کردی که میگی روایت اینا هم شبیه اوناست؟ تو مگه با ما صحبت کردی؟ شما خیلی بیجا کردی که این فیلم رو به اسم ما و بر علیه ما درست کردی و بعد به ما تقدیم کردی. شارلاتانیسم این فیلم از همون اسمش شروع میشه. بی خود نیست که قبل و بعد از نمایش وزارت اطلاعات و سایت مربوطه براش دستک و دنبک میزنه. در همین آگهی فیلم که همه جا گذاشته شده این تصویر وجود داره. این تصویر مربوط به زمستان سال 66. اون نفری هم که اونجا در صف جلو وایستاده من هستم که داریم اینجا در آمفی‌تئاتر مدرسه به زبان امروز کلیپ این ترانه رو ضبط میکنیم. سوال از خانم معین اینه که به چه حقی از تصویر من در این فیلم سفارشی استفاده کرده که بعد به اسم ما و با تصویر ما به انتخاب من و والدین من توهین کنه؟ مادر پدر من تصمیم گرفتن که منو بفرستن خارج. منم با این تصمیمشون اوکی هستم و بهشون افتخار میکنم. سارا معین این وسط چی میگه؟ اون سفارش دهندگان فیلم چی کارن این وسط؟ اگر این سوء استفاده از داستان زندگی ما و تصویر ما بی‌شرافتی نیست، پس چی؟ تو عصر بی‌شرافتی آینه روشن حق شهید بی عدالتی، فیلم در فستیوال گوتنبرگ سوئد به اصطلاح افتتاح شد و اون موقع هیچ کس فیلم رو ندیده بود به غیر از اعضای تیم و یه چند نفر دیگه. ساعت حدود نیم ساعت قبل از اینکه فیلم نمایش داده بشه توی سینمای گوتنبرگ، مجاهدین حدود 200 نفر رو سازماندهی کرده بودن از دور تا دور اروپا که بیان تظاهرات داشته باشن جلوی سینما و راجب فیلمی صحبت کنن که دیده نشده. فیلم ساز ولایت اینجا خیلی سربسته اشاره میکنه که تا قبل از نمایش فیلمش در فستیوال گوتنبرگ هیچ کس فیلم رو ندیده بود به جز خودش و چند نفر دیگه. اما روشن نمیکنه که اون چند نفر دیگه چه کسانی بودند. اگر یک نگاهی به سایت وزارت اطلاعات یعنی انجمن نجات در همون روزها بندازیم یه چیزایی رو روشن میکنه. روز 31 ژانویه 2024 یعنی 11 بهمن 402 این فیلم برای اولین بار نمایش داده شده. اما در سایت انجمن نجات از روز 20 دی یعنی 20 روز قبل از نمایش فیلم داشتن براش تبلیغ میکردن. انجمن نجات هم همون سایتیه که همین الان مطلب اصلیش تسلیت به ایران به خاطر مرگ جلاد 67. آیا ممکنه که این سایت فیلمی رو تبلیغ کنه که از محتواش خبر نداشته باشه و اون رو ندیده باشه؟ قضاوت با شما. اینم که خیلی از این کودکان از اروپا بعدن تو سنین نوجوانی برگشتن کمپ اشرف به عنوان کودک سرباز، اینم فکته. حالا اینکه این بچه‌ها خودشون چه حسی راجع به این اتفاقی که افتاده دارن؟ این حرفا رو با رضایت خودت میزنی یا کسی تهدیدت کرده؟ آخه گیش نیست. تو همین 2 دقیقه پیش گفتی که چرا این بچه‌ها رو از پیش خانواده‌هاشون بردن اروپا، بعد الان داری میگی که چرا از اروپا برگشتن پیش خانواده‌هاشون؟ بالاخره اگر جدا شدن از مادر پدرها بد بود، پس وقتی برگشتن پیش مادر پدرهاشون دیگه چی میگی؟ اگر برگشتن به عراق بد بود، پس اون رفتن به اروپا چش بود؟ بالاخره نمیشه که هم این بد باشه هم اون بد باشه. خودتون رو تعیین تکلیف کنی که با خودتون چند دید با این همه تناقض. مگر اینکه تو عمد داری با مطرح کردن بحث کودک سرباز از هان رو از اون چند صد هزار کودک سربازی که رژیم دست دسته توی جنگ به عنوان سربازان یک بار مصرف استفاده میکرد منحرف کنی و رژیم کودک کش رو در ببری. آمد من خود رو تعریف کنم، خود رو معرفی کنم، بگو چند تا داری؟ الله رحمه رحمه من معرفی کنم، یه دوستانی هرات
بله من الان 15 سالم. بله من کلاس سوم راهنمایی ام. من 15 سالم. ازامی از اصفهان هستم که 14 سالمه. من شغلم تخریبچی هستش، یعنی راه باز میکنم و معبر باز میکنم برای برادرها که از روی من عبور نکنن و خدا نکرده مشکل برای اونا پیش بیا. در طول دوران دفاع مقدس ما 550 هزار نفر دانش آموز طی نوبت‌های مختلف به جبهه ها اعزام شدند. 36 هزار شهید دانش آموز، قریب 20% شهدای ما که همه کشور نظامی و غیر نظامی و از اقشار مختلف 20% دانش آموز. این عدد کوچیکی نیست. به فیلمساز ولایت باید گفت حکومت بچه کش که میگن اینه، که هم تو دهه 60 نوجوانان مجاهد میلیشیاهای نشریه فروش رو توی خیابون میکشت یا توی زندانها دست دست اعدام میکرد، که اون خانم با شرف ایتالیایی همون سال در اعتراض به کشتار نوجوانان مجاهد خودسوزی کرد. حکومت بچه کش اونیه که در زمان جنگ بدون اجازه والدین بچه ها رو به زور از سر کلاس به جبهه میبرد و با گوشت دم توپ کردن کودک سربازها میدان مین باز میکرد و بعد هم کلاس و مدرسه رو خالی میکرد و توی روزنامه‌هاش مینوشت. حکومت بچه کش که میگن اونیه که توی خیابون جوون و نوجوون دختر و پسر رو به گلوله بست، 1500 تا و 750 تا مادراشون رو داغدار کرد. دغدغه مردم ایران و جوونای کف خیابون این چیزاست که تو کاملا باهاش بیگانه ای. پس درد سفارش دهندگان فیلم به هیچ وجه کودکان کمپ اشرف نیست. دردشون اتفاقا اون مجاهدی نیست که دارن هنوز مبارزه میکنند. با ایناست که مشکل دارند. داستان این بچه یه داستان خیلی انسانی تر از این حرف هاست. ولی اگه بخوایم یک نتیجه بگیریم با عنوان جامعه ایرانی، اینه که توی راه مبارزه خیلی بد دقیق باشیم چه کارا میکنیم، چه هزینه‌ای میپردازیم. این من فکر میکنم این بچه ها خودشون نظرشونه که این هزینه که بچه ها رو بذاریم بفرستیم، این هزینه ها رو پرداختن برای راه مبارزه، بعد شاید ببینیم چه هزینه بعد بپردازیم. پس این همه میگفت که چرا یه عده بچه بدون سرپرست رفتن خارج و اینا، منظورش این بود که چرا مادر پدراشون هم باهاشون نرفتن از مبارزه؟ چرا اون مادر و پدرها وایستادن مبارزه برای براندازی این حکومت رو ادامه دادند؟ اینه که به مذاق فیلمساز ولایت و شرکا خوش نمیاد، که چرا مبارزه مجاهدین با این رژیم هنوز ادامه داره؟ چرا اینا بیخیال سرنگونی نظام نمیشن؟ پس داستان کودکان کمپ اشرف بهانه ایست برای بی بی سی و شرکا که توی این ایام که زمانه زورآزمایی سیاسی آلترناتیو انقلابی با شاه و شیخه، به بهانه کودکان 33 سال پیش با شارلاتانیسم فداکاری و ریسک پذیری مجاهدین رو وارونه جلوه بدند. جمال عبدالناصر رهبر ملی مصر یک بار گفت اگر بی بی سی به ما فحش میده نشان دهنده قدرت و نیرومندی ماست. هیئت الاذاعه البريطانيه التلفزيون الانجليزي عامل برنامج عن اليمن اللي هي البي بي سي، وبعدين راحوا شتمين جمال عبد الناصر بألفاظ بذيء. النهارده ما قدمهمش الا انهم يشتمون، ولا ما بيشتمونا بنشعر ان احنا ناس مهمين. يعني اذا كان الموضوع اباحة يعني، لكن ايه، احنا بنشعر بان احنا اقوياء، بنشعر ان الدنيا اتغيرت. اما بتطلع الاذاعه البريطانيه وبتقول ان جمال عبد الناصر كلب مثلا زي ما قالوا، بنقول لهم وانتوا اولاد 60 كلب. ما هم به برنامه سازان و فیلم سازان ولایت میگیم ای مگس، عرصه سیمرغ نه جولانگه توست، ارزه خود میبری و زحمت ما میداری. وقت بخیر و بدرود.